پارسال یه زن، دوستش و بچهش وقتی ناگهان سیل اومد توی ماشین گیر افتادن. از خوششانسشون تونستن از ماشین زنده بیرون بیان. ولی همیشه آدم اینقدر خوششانس نیست. مرگ میتونه توی یه ثانیه اتفاق بیفته. همیشه هشدار میدم که توی سیل به هیچ وجه رانندگی نکنیم. حالا من میخوام خطر رو عملا بهتون نشون بدم. این یه شرط کنترل شده است و از بخش آتش نشانی هم برای امداد احتمالی کسانی رو اینجا داریم که دارن همه چیز رو کنترل میکنن. شما اینطوری تصور کنید وقتی سیل میاد که شبه و شما دارید توی بارون رانندگی میکنید. روی صندلی عقب هم بچه‌تون نشسته. یعنی دقیقاً یه کابوس که احتمال داره شما ازش نجات پیدا نکنید. وقتی ماشین داره غرق میشه بیشتر از 2000 پوند فشار که تقریباً میشه 910 کیلوگرم از بیرون داره به درهای ماشین وارد میشه. برای همینه که این در باز نمیشه. یه عالمه فشار آب داره بهش وارد میشه. تنها راهی که برای بیرون اومدن از ماشین دارید اینه که پنجره رو بدید پایین. اگه نتونید پنجره رو بدید پایین خیلی سخته که بتونید پنجره رو بشکنید. اما اگه چاره ای نبود به هیچ وجه سعی نکنید که شیشه جلوی ماشین رو بشکنید. از یه ابزاری چیزی استفاده کنید و به شیشه بغل ضربه بزنید. در نهایت هم ممکنه مجبور بشید بهش لگد بزنید. ماها تلاش و همکاری کردیم تا الان تونستیم به اینجا برسیم. یعنی دوربین ها رو جاگذاری کردیم و الان آماده ایم که بهتون نشون بدیم زمانی که تک تک ثانیه ها مهمن باید چیکار کنید. آمادم. 40 ثانیه آینده میتونه تفاوت بین مرگ و زندگی رو تعیین کنه. Double thumbs up. Okay, so here we go. Says you're coming in, you're going to go ahead and brace yourself for impact. اولین کاری که میکنید اینه که کمربنداتون رو باز میکنید. اگه بچه یا بچه هاتون توی صندلی عقبن، اول باید کمربند بزرگترین بچه رو باز کنید و بعد سری بدینشون بیرون. یعنی از پنجره هولشون بدین بیرون. یادتون باشه وقت داره میگذره، فقط عجله کنید. اصلا امکان نداره بتونید این درو باز کنید. پس وقت و انرژیتون رو تلف نکنید. داره آب توی ماشین رو پر میکنه. ماشین داره به سرعت توی آب فرو میره. وقتشه که خودتونم برین بیرون. 30 ثانیه گذشت. و 40 ثانیه. شما بیرون اومدین. حالا باید چیکار کنید؟ اگه آب موج نمیزنه برید روی سقف ماشین. اما اگه آب ناآرومه تا جای ممکن از ماشین دور بشید تا به یه جای امن برسید. کاری که میکنید اینه که باید روی پشتتون برگردید و روی آب شنا کنید و هر چیزی که میاد به سمتتون رو با پاهاتون از خودتون دور کنید و وقتی به یه جای امن رسیدید کمک بخواید. یادتون باشه در همه سیل‌های ناگهانی میشه زنده مون. فقط باید به سرعت از جریان آب‌های سریع و خروشان دور بشید. و اگر تو ماشین گیر کرده بودید این سه چیز یادتون باشه. کمربندتون رو باز کنید، پنجره رو باز کنید و بزنید بیرون.